با درود بر شما وطن گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، 31 از ماه اکتبر. در روزهای دوشنبه به مدت یک ساعت و نیم خدمت شما هستم. امروز در باب موسیقی صحبت میکنیم، در واقع به علت نشون دادن اون عرض کنم که قطعه ای که از بیوک نشون دادیم و اطلاعات زیادی هم در باب ایشان داریم که خدمت شما حتما گزارش میکنم. اجازه فرمایید به قول آخوندا به تبرک و تیمون یک غزل از حافظ به شما تقدیم کنم. میفرماید باز آی و دل تنگ مرا مونس جان باش، وین سوخته را محرم اسرار نهان باش. زن باده که در میکده عشق فروشند، ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش. در خرقه چه آتش زدی ای عارف سالک، جهدی کن و سرحلقه رندان جهان باش. دلدار که گفتا به تو هم دل نگران است، گو میر رسمینک به سلامت نگران باش. خون شد دلم از حسرت اون لعل روان بخش، ای درج محبت به همون مهر و نشان باش. تا بر دلش از قصه قباری ننشیند، ای سیل سرشک از عقب نام روان باش. حافظ حوث می کندش جام جهان بین، گو در نظر آصف جمشید مکن باش. خب خدمت شما عرض کنم، پیش از اون که بپردیم به چیز دیگر، یک بیت شاهنامه در روز چهارشنبه که در داستان رستم سهراب آمد خواندیم و میخوام که عرض کنم که معنی رو روشن‌تر خدمت شما عرض کنم، چون یک نوع دیگرش هم خوندم که همون نوع نخست صحیح هست. بیامد نبرد سواری دلیر، به هرای زرین سیاهی به زیر. بچه درستشان همین نسی خدمتتون خونده، بیامد نبرده یعنی منتخب. بیامد نبرد سواری دهید، به هرای زرین سیاهی بزید. این هرای در واقع آواز حیوانات هست، دو بار دیگه هم آمده است در مقدمه ارز کنم بیژن و منیژه. میفرماید زمین زیر اون چادر قیرگون، تو گفتی شدستی به خواب اندرون. نه آوای مرغ و نه هرای در، زمانه زمان بسته از نیک و بد. اینجا از کنم میفرماید که به هرای زرین سیاهی بزیر، یعنی یک اسب خروشان سیاه که دارای زین و در واقع برگ مرصع هست. یک وقتی این بیت فردوسی رو آقای زریاب خویی یاد گرفته بودن که زیاغوت سرخ از چرخ کبود، که آقا کبود که خب زیاغوت سرخ نمی شود که، توضیح خدمتشون داده بودن فکر کنم استاد دویستی یا یکی این راجع است به یک داستان قدیمی. بگذارید، اسب هرای یعنی اسب خروشان سیاه رنگ که داره زین و برگ طلاست. خیلی خب، پس شود که یک کلیپی هست از آقای شجریان. من درود میفرستم به استاد شجریان. عرض کردم پیش از این وقتی هنرمندی در جامعه علم شد و به شهرت رسید و مورد محبت جامعه واقع شد، این ایجاد مسئولیت میکند برای هنرمند. هنرمند نمیتواند در مزایق تاریخ و در روزگار استبداد و خشونتها و سرکوبها کنار مردم نیست. یک تکه‌ای هست از صحبت ایشان که قبلا هم البته در روزگاری که مردم رو اون مردک خار و خاشاک نامید، آقای شجریان ایستاد در یک مصاحبه‌ای و این هم مصاحبه بعدی ایشان هست. من خواهش بکنم امیر این تکه رو از این استاد محترم پخش بکنن، همه تنان ما ببینن که ایشان چه گفته است در اون مصاحبه. اگه آماده است امیر جان در مقدمه بعد فکر میکنید چرا حکومت اسلامی چپ افتاده با هنرمندان در این یکی دو سال اخیر؟ بیشتر میتونه شخصی باشه. خب به طور کل این نظام و این حکومت در ذات میخواد همه چیز در اختیار اون و در زیر سلطه و حکومت اون باشه.
و نه یک ویژه دو ما 100% باشه. اگر یه بخشش یه دفعه نخواسته باشه برای باشه، همون میده زیر سوال، میگن این مورد داره، این مشکل داره، همونجاست که جلوش میگیرن. خب اگر یکی پاشد کلیمشم از نظر اونا درستر بکنه، مشکلات و سر باشه هست. اینها هرگز با هنر کنار نمیان، هرگز و هرگز. همچنان که در طول 1400 سال با هنر ما کنار نیامدن، بازم نخواهند اومد، چون هر چیزی که حواس مردم رو از روحانیت به طرف دیگه بکشه اینا باش مخالف. و موسیقی یکی از این عوامله، خیلی از هنرها که در خدمت اینها نمیتونه باشه یکی از این موارد است. بله، به عبارت دیگر این طاعون سیاه که مملکت ما رو فرو گرفته است، اینها با هنر سرکاری ندارن. چه هنری اگر که همه اختیارها در دست اینها بود و اگر مردم ایران این پیشرفت رو به دست نیاورده بودن، اینها از طالبان هزار بار بدتر بودن. از طالبان دیدیم طالبان چه کردن. امروز میخوام در باب تاریخ موسیقی صحبت کنم و به شما نشان بدهم که بعد از همین عرض کنم که فتح ایران و اینها و ثروتمند شدن عرب ها، چگونه اینها شیفته موسیقی شدن که از ایران دفته بود. و نشان میدهم داستانی در باب سکینه دختر حسین که به ما گفته بودن که این دختر امام حسین گریه میکرد و به سر میزد با لباس پاره، همه اون برای حسین گریه میکرد. به شما نشون میدم چگونه این زن، در واقع این زن دانا، این بانوی دانا که دختر حسین بود، چگونه 3 شوهر از ثروتمندان عرب کرد که یکی پس دیگری مردن، و چگونه منزل او خانه سکینه محل تردد شعرا و موسیقی دانان بود. از عرض بکنم کتاب الاغانی الکبیر نوشته ابوالفرج اصفهانی. پیش از اینکه بپردازیم به داستان موسیقی، خیلی 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 داستان جذابی است و امروز ما سرفصل‌ها رو خدمتتون میگیم و در فرصت‌های بعدی به ترتیب و به تفصیل این داستان موسیقی رو خدمت شما عرض بکنم، میخوام بپردازم به یک داستان دیگر. چون دوستی برای من ایمیلی فرستادن که آخوندها فیلمی ساختند که در اونجا به زیر عنوان اربابان جعلی، اربابان جعلی و داستان اخامنشیان و کوروش رو جعلی به حساب کرد. چند سال پیشن یکی از نوکران اینها که کارشناس جعل و تزویر و دروغ هست به نام پورپیرار، این آقا آمد همین داستانا رو به میان انداخت که بله هخامنشیان نوکران یهودی ها بودن. حالا شما تصور بفرمایید یک جمع یهودی اسیر بیچاره در بابل به کار گل مشغول بودن، یک مردی بیرون آمده از ایران زمین به نام کوروش، اینا تحمل کوروش رو ندارن، تحمل کوروش کبیر رو ندارن دوستان ناخدا، چون خار در چشمان اینها هست. به جهت اینکه کوروش یک شخصیت جهانی است، در تمام تاریخ اسلام یک شخصیت جهانی ما سراغ نداریم که بیان بگن امروز روز اوست، اما کوروش داره روز جهانی است. شهرت او بیشتر از آن است که ما تصور میکنیم و کارهایی که او کرد و فضیلت ها که او نشان داد که برخواسته از فرهنگ، یعنی از زمینه عرض میکنن که تعلیمات اشوزرتشت بزرگ، شخصیت مثل کوروش بیرون آمد. از زمینه تعلیمات اسلامی حجاج ابن یوسف ثقفی و عرض کنم همین جنایتکاران و دزدان به وجود آمدن، چون بیشتر از این ظرفیت تولید رجال نداشتین اسلام عزیز. اتفاقا بزرگترین رجال اسلام همونایی بودن که تعلیمات اسلام ندیده بودن، همونایی که به قول خودشون پروردگان جاهلی بودن. بارها گفتم خدمتتون چه اندکی ما باید فکر کنیم به این مسائل، این چگونه جاهلی بوده است که بزرگترین رجال اسلام استخوان‌هاشون رو در جاهلی ساخته بودن. از ابو سفیان و معاویه بگیرید تا خود عرض میکنم که بنیانگذار اسلام و عرض شود که خالد بن ولید و نمیدونم سایر رجال، عمر و ابوبکر رو عرض کنم که بقیه تولید کرده است. باری بله فکر کنم قطعات شدیم. باری من اینها رو با خواهیم با خدمتون. باری کوروش خاری در چشم اینها، اینها برداشتن کوروش رو که یه ره در واقع چین نوشتن، یه نمیتونم تلفظ کنم خدمتون که بله ایشون
آقا یک آدمی پیدا شد مثل کوروش، تنها کسی که در قدرت فساد نپذیرفت، این تنها شخصیتی است و با درجات کمتر کریم خان زند. در تمام طول این صده ها و هزارها کوروش آدم بی‌نظیری بوده، نه پیش از او و نه پس از او در تاریخ جهان مثل کوروش پیدا نشد. من فکر می‌کنم وظیفه خانواده هاست که جلو این مفاسد رو بگیرن، به بچه ها آموزش بدن. و من تعجب می‌کنم از این استادان تاریخ. آقا شما استاد تاریخ نشدی فقط حقوق بگیری سر کلاس ببافی. اینا چیزهای فرهنگی بسیار بسیار مهمه، به هستی این مردم سر کار داره، هویت این سرزمین هست. چون نمی‌تونی ساکت بنشینی در مقابل این سیاهکاری های این شیاطین جعلی است. کوروش طبیع جعلی است، اما امام زمان در تهش ها جعلی نیست. کلوخ به شیطان پر کردن جعلی نیست. وظیفه فکر منه وظیفه خانواده ها، وظیفه معلم های تاریخ و دانشمندان ایران هست جلوی این قضایی ها بیستن. از این ها به آسانی نمیشود گذشت. شما ببینید که کار مملکت ما به کجا کشیده که با هست و نیستش را دارن بازی میکن. یک مردی پیدا شده از ایران زمین با بزرگی که او بود و صفاتی که او داشت، سه امپراتوری رو در واقع تسخیر کرده تا امپراتوری آخر رسیده است. امپراتوری بابل رفته در اونجا و امپراتوری خونخاری بوده این بابل. آدم های از این بابل بیرون آمدن که نزدیر اینا خوناشام کمتر دیده شده در طول تاریخ. رفته اونجا نه تنها یهودیان را آزاد کرده، لباس اونها رو پوشیده، در معابد در هر کشوری که میگیره مذاهب اونجا رو احترام میگذاشت، احترام میگذاشت. این آخوندهای ما و این آخوندصفتان اینها گورهای ائمه دین رو مثل ابو حنیفه، اینا اینقدر رد و فرومایه پست هستن که در اسفل و سافلین عرض میکنن که رزالت هستن. اینا میگنن گورهای بزرگان اسلام رو اینا میگرفتن میکندن، دستور میدادن روی اینجا تقوت بکنن. گور ابو حنیفه رو، ابو حنیفه امام اعظم، ابو حنیفه بیشترین مسلمانان جهان، یعنی درست بگیدیم پیروان ابو حنیفه هستن. مردی به بزرگی ابو حنیفه کمتر تولید شده. ابو حنیفه زوبتی کابلی ایرانی بود، بزرگترین ائمه دین بود. و این مرد عرض بکنم که به شرحی که بیش از این ابدا اشاره کردم، سمت قاضی القضات بغداد رو نپذیرفت از ابو جعفر منصور و تن زد و گفت من ایرانی هستم و این بزرگان عرب به حتما گوش نخواهند کرد، در حالی که این بهانه بود. گویی بهانه است. شلاق زدن ابو حنیفه در زندان مرد، اما کنار زور نایستاد، با ستم همکاری نکرد. یک همچین مردی رو اینها گورش رو که گرفتن لشکریان رو فرستادن که اونجا فلان کار رو بکنن. این اینقدر پست بودن و پست هستن. یک مردی به نام رضا شاه در مملکت ما آمده، کارها کرده، جزء در واقع سابقه تاریخی این مملکت است. دیدید به چه فرمایگی گورش خراب کردن و از همون کارها که اصلا گفتنی نیست. واقعا گفتنی نیست. بیشرمی اینا و فرمایگیشون گفتنی نیست، گفتنی نیست. چه کسی زن آبستن رو تیرباران کرده؟ شما سراغ برید من نشان بده. چه کسی به زندانیان تجاوز کرده، تجاوز جنسی؟ به من نشان بدین جز اینها و عوامل این. و اینها به کوروش ایراد دارن. خیلی خیلی مضحک داستان. باری به هر سرزمینی وارد شد احترام میکرد و ادیان مختلف و در واقع کشورهایی که گرفته میگرفت کوروش، اینا کوروش رو در جبین یک در واقع آزادی بخش دیدن. شما تاریخ ها رو بخونید، تاریخ های خارجی، تاریخ های نمیدونم جهان، از روزگار قدیم، از هرودوت به بعد، یزنفون، دیگران، ببینید که هیچ کس نیست که از تکریم و تعظیم کوروش زبان فرو بسته باشه. از این جمع تاریخ نویسان بزرگ قدیم و جدید، قدیم و جدید، میگن اربابان جعلی. در واقع اینها قصد تخریب این فرهنگ رو دارن. هموطن ما بسی جلوی اونها بیستیم، بایستی ما جلوی شیاطین بیستیم. اینها بسیار 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 پلیدتر از آنی هستن که ما تصور کنیم.
یعنی میخوام این رو عرض کنم که ما از اسکندر یک خاطر بیشتر نداریم. اسکندر آمده، امپراتوری بزرگ ساخت شده، جانشینان اینا هم صد و اندی سال بودن و رفتن، از اینا هیچ اثری در ذهن ما نیست جز یک خاطره، یک واقعه. اینها مغول ها آمدن در مملکت ما، آمدن و زدن و کشتن و سوختن و بعد از 150 سالی رفتن. چند لغت مغولی بر جای ما. اما این اسلام عزیز در واقع یک نوع بیماری قلبی هم برآورده، بیماری روحی شده برای ما. یعنی ما یک بار از مغول ها شکست خوردیم، یک بار از اسکندر شکست خوردیم، به طور روزمره داریم از اسلام عزیز شکست میخوریم و توسری میبینیم هنوز بعد از 1500. ولی کسی ممکن است بگوید که آقا اینا آخوندها هستن به اسلام را نفر، چنین نیست، مطلق چنین نیست، هرگز این فکر را نکن. این چارچوب این اعمال رفتار اونجا معلوم شده، سرچشمه خرابه. این خیلی خیلی درد به دل من کرد. وقتی نشسته بودم ساعتی بودم دو سه و از شهر نگاه میکردم به این ایمیل های زیم که همه تا این روشتن که آقا یه همچه برنامه درست کردن، هم چیزی اینا چشم دیدن ایران باستان رو ندارن، چون میدانن تکیگاه ما مردم در روزگار اسلام که جز ننگ چیزی نبوده، جز ننگ و شکست و گرفتاری و بدبختی و عرض میکنن که از هم پاشیدگی و فساد و نفاق که توسط این بیماری روحی و قلبی وارد مملکت ما شد که چیزی نبوده. که بزرگی ایران، عظمت ایران در واقع کوروش بنیانگذار نخستین ملت تاریخی جهان هست. بفرمایید به آقای هگل نگاه کنید، میگوید که مثلا هندی ها و اینا با اینکه خب سالها قرنها بودن تعدادشون زیاد بود اما به عنوان ملت تاریخی شناخته نمیشن و ایرانیان نخستین ملت تاریخی جهان هستن، بنیانگذار این ملت کوروش است. اگر این مقبره کوروش در هر کشوری می بود، در هر کشوری می بود، این رو در آینه می گرفتن، چه بودم چگونه میگم، در کریستال نگهداری میکرد. اما افتاده اونجا در حال تخریب هست و اگر روزگار چنین بگذرد من به شما قول میدم اینها به وجهی از وجود این آثار باستانی ما رو تخریب خواهند کرد. خب اجازه بدید که بگذاریم برویم سر بحث موسیقی، چون در باب این هنرمند شوریده مراغهی اطلاع بسیار رسید، دوستان بسیاری زنگ زدن و ما این همه موسیقی برای شما پخش کردیم از در این 10 سال گذشته. فکر کنم اونقدر که این قطعه ساز این مرد و این آوازی که خیلی هم مفهوم نبود در دلها اثر کرد، کمتر موسیقی ما پخش میگه اثر کرده باشه، بعد راجع به صحبت کنم. اما میخوام که خدمت شما امروز یک در واقع گذری بسیار کوتاه و مختصر در تاریخ موسیقی داشته باشم در کشورمون تا برگردیم سر این موضوع آقای بیوکاقا و دوباره سازش رو بعد برای شما پخش خواهیم کرد. و اون این که موسیقی جزء لاینفک حیات در مملکت ما بوده، چون نوع جهان بینی اشو زرتشت و ایرانیان به وجهی بود که در آن آباد کردن گیتی، شاد زیستن، شادخواری، برپا کردن جشن ها، پاک نگاه داشتن محیط زیست، همه اینها جزء زندگی بود. ناله و زاری و بدبینی و که بله این دنیا که تبعید داست. از کردم خدمت شما که این اسلام عزیز به هر جا که رسید زمینا هم دیگه محصول نداد، به جهت اینکه اینجا تبعیدگاست، جای ما در بهشتی، ولی من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود. این مغلطه حافظ رو میبخشیم البته به هنر لعلگونه او، من ملک بودم و فردوس بر این جایم، آدم آورد در این دل خیلی خراب آباد، از خرابی آباده باید دلش که خراب بشه، کما اینکه همین مسیحی هم همین کارو میکردن، هرچی شفشوتر و کثیفتر و دنیا خرابتر بهتره، چون اینجا تبعیدگاست. این در واقع این نگاه ادیان سامی به این جهان هست. اما در دیر زرش چنین نبوده، اگر کسی روزه میگرفت مردم اونو مسخره میکردن به جهت اینکه این آقا روزه دیگه گرسنه بشینه منزل کی بره کار بکنه. البته الحمدلله رب العالمین، خداوند تبارک و تعالی این نفتی برای ما گذاشته، میتوانیم بخوریم و ببینیم که بله شکست بالتر از من میان مرغان نیست، دلم خوش است که نامم که بودن نفس میفروشیم، میخوریم، روزه میگیریم، حج میرویم، خیلی کارها میکنیم، تسبیح میاندازیم، مفت میخوریم، میدزدیم به برکت این نفت.
اینو خداوند تبارک و تعالی گذاشته ما مسلمین بخورید. به برکت این نفت ما یک ما روزه میگیریم، تعطیل مملکت. یک ما محرم رو برای حسین به سر میزنیم، تعطیل. یکی دو سه ماه دیگه شون برای دیگران هم هستن، تعطیل میکنیم. بعضمون هم خوب است الحمدلله، معدن فروشی میکنیم فعلا تا ببینیم بعد چی میشه. خداوند میرساند ان شاء الله برای مسلمین. کسی روزه نمیگیره، هر کی روزه میگیره مسخرهش میکنه. باری این موسیقی جزء لایتک زندگی ایرانیان بوده و اون اشرافیت والایی که در روزگار هخامنشیان بود و در روزگار ساسانیان بود، لازمش یک موسیقی متعالی در دربار بود. عرض کردم دربار شاهان جایی بوده است که بهترین جلوه های فرهنگی مردم در اونجا بوده. عرض کردم ما ایرانیان اشرافیت رو همواره دوست داشتیم، ما دوست داریم اشرافیت رو، و این اشرافیت نگهبان هنر بوده است و نگهبان شعر بوده حتی بعد از عرب، و در اروپا نیز چنین بوده، در اروپا نیز چنین بوده. باری در دربار خسرو پرویز هست که ما بیشترین قصه ها رو در باب موسیقی داریم. موسیقی دانان بزرگ که نام اینها در واقع در افسانه ها رفته، در اساطیر ملی منعکس است، باربد و بامشاد و عرض میکنم تعدادی دیگر که اینا در دربار خسرو عرض میکنم که سازهای خود رو به صدا در میآوردند و قصه های بسیار بسیار لطیف و شیرین در رابطه باربد و خسرو هست که در شاهنامه فردوسی هم منعکس هست. از جمله این که وقتی شبدیز مرده، یعنی اسب خسرو، هیچ کس جرأت نمیکرد مرگ این اسب رو به شاه اطلاع بدهد، و این باربد بوده است که با یک ملودی غمگین که در دربار او نواخته به او حالی کرده است. در واقع خسرو پرویز پادشاه محتشم ایران از برای از لابلای این حزن این ملودی دریافت است که شبدیز مرده. یا در روزگاری که عرض کنم که کودتا کردن علیه او، در واقع شیروی پسر او، و او رو به زندان انداختن، این چهار انگشت دست خود رو بریده که دیگری برای کسی سازی نزند. یعنی ارتباط معنوی فرد تو فرد رو به فرد رو اونجا نشان داده. فردوسی میفرماید ببرید چو در خانه شد آتشی برفروخت، یعنی بار بعد همه آلت خیش یک سر بسوخت، یعنی ساتای خودش رو در آتش انداخت. ببرید هر چهار انگشت خیش، همیدون همی داشت در مشت خیش. از این فرمایید که یک موسیقی به انتخاب امیر در اتاق فرمان بشنویم، برمیگردیم و دنباله مطلب موسیقی رو تا برسانیم مطلب رو به بیوگاوا. این موسیقی انتخاب امیر گرامی هست در اتاق فرمان، امیریم و برمیگردیم. هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-0607. سپاسگزاریم.
دیوان دارا و افسر بختیاری رو دوستان مدتی پیش برای من فرستادن از آلمان با یک نامه. خیلی سپاسگزارم. دارا و افسر شاعر بختیاری بود، فکر میکنم در این دوره های متأخر بعد از پژمان بختیاری شاعر مهم بختیاری دارا و افسر بود. ای که روزی همه خرز انبارتونه، آسمون ها و زمین کرده کردارتونه. بله
حالا بعد برای شما خواهم خونی قصیده شده با صحبت با خدا، شعرهای مشهورش از خیلی ممنونم. شنیدم تعداد دوستان در حوزه واشنگتن ویرجینیا به اتفاق دوست عزیز و قدیم من آقای خالویی، نادر خالی، دکتر نادر خالی، سلام میکنم خدمتشون. خب اجازه بفرمایید که برگردیم سر موضوع این موسیقی. این موسیقی یعنی به وجه این داستان موسیقی در دربار خسرو پرویز مشهور شد که بعد مورخین نوشتن که وقتی یزگرد میخواست است که از مدائن حرکت بکنه، نمیدونم چندین هزار موسیقیدان با خود برده. باری بعدها هم که تئوری موسیقی به وجود آمد، آدم های مثل ابن سینا و فارابی از خان کرد، اینها منعکس شده. نوع دستگاه در واقع این ردیف های موسیقی که ما امروز در اختیار داریم و به غلط هفت دستگاه میگوییم، 12 مقام بزرگ موسیقی بوده که اینها گم شده در واقع. بعد در عصر جدید که نوت‌نویسی آمده و موسیقیدان‌های بزرگ قدیمی بودن مثل استاد میرزا عبدالله و میرزا حسین قلی و اینا جمع‌آوری کردن، مرحوم کلنل وزیر اینها رو به نوت نوشت و ما امروز می‌گیم هفت دستگاه. حالا بعد توضیح میدم خدمتتون. ولی 12 مقام موسیقی بوده، ابن سینا هم از اینا نام برده و اینا. بگذارید. بعد اعراب آمدن به ایران. این اعراب عرض کردم مردم روحانی هرگز نبودن. ما بودیم که دو دستی چسبیدیم، کاسه از آشتاختر ما ایرانیان بودیم، ما دینی بودیم از قدیم. عرب مرد شمشیر بودن، مرد این جهان بودن، عاشق زنان بودن، عاشق شراب و شکار و خوشباشی و اینها بودن. عرض می کنم که مردم فقیر بودن، گروهی از اینها شهرنشین بودن مثل اهل مدینه و مکه، گروهی هم بیابانگرد بودن، هر سبت که فضیلت ها داشتن رضیلت ها هم داشتن مثل قوم دیگر و اینها. بگذاریم اینها در همان روزگار، من شما رو حواله میدم به این کتاب موسیقی مشرق زمین نوشته هنری جورج فارمز که بسیار تحقیق کردیم من در کار موسیقی مشرق زمین به خصوص ایران و عرب و اینها، و کتاب الاغانی الکبیر و عقد الفرید که این الاغانی کنار دست من هست، یک منتخبی که ترجمه شده. یعنی ما انقدر وضع ما خراب بوده به روزگار قاجارا که رسیدیم که نتوانستیم این فرهنگ رو تعبیر و تفسیر کنیم. یعنی کتاب الاغانی الکبیر که یکی از شیرین ترین و بهترین کتاب هست در باب موسیقی و شعر، این بارها به زبانهای اروپایی ترجمه شده. تازه چشم ما روشن، یک مرد بزرگواری زحمت کشیده، آقای عرض می کنم محمد حسین مشایخ فیدنی، یک تلخیصی از این کتاب ترجمه کرده. یک مجموعه عظیمی است که من امروز اشاره خواهم کرد، امیدوارم وقتی باشد اینا بگذاریم. اینا عاشق بودن. بعد در این مکه و مدینه موسیقیدانان می آمدند و می رفتند، ایرانی، رومی و این عرب، خیلی خیلی عاشق این داستان بودند. اینها انعام می کردند به این عرض کنم موسیقیدانان. یکی از مشاهیر اینها عرض می شود که الاعشا میمون قیس هست که به نام سناجت العرب مشهور هست. سنج همون چنگ ایرانی است که این آقا از ایرانیان چنگ آموخته بود و بعد میگشت در قبایل، یکی از شعرهای خیلی خیلی معروف عرب هست و سناجت العرب مشهور هست. این هم چیش از داستان چیش از اسلام هست اینها. و یک مش چیزهای ابتدایی هم داشتن مثل تحلیل که در اطراف این خانه قبه چیز میکردن و اینها، آوازهای در واقع در دنباله شطران میخواندن شطران، ولی موسیقی نداشتن عرب. اگر موسیقی دانی پیدا میشد بیگانه بود. تا اینکه اینها آمدن به ایران، شما اگر نگاه کنی امروز هم عرب عاشق موسیقی هستن و از همون موسیقی ایرانی بر جای مونده که رویه عربی گرفته، ما میبینیم از مصر به عنوان مثال که مهمترین کشور فرهنگی عرب هست، موسیقیدانان بزرگی بیرون اومدن. ام کلثوم دیگه مشهورترین اینها هست، عبدالوهاب و کسان دیگر. بعد اینها تا آمدن ایرانیان رو، ابوالفرج اصفهانی به ما میگوید که اینها ایرانی‌ها رو برده بودن به بردگی، ساختمان می‌ساختن. از کلمه این اعراب نه ساختمان داشتن، نه ساختمان سازی داشتن، نه نجار داشتن. این داستان که عمر لگد زد به در و در حضرت فاطمه رو پشت درم چه، اینا در نداشتن که پدر جان. کدوم در آخوند؟ کی در داشتن اینا بیچارا؟ اینا یه سوراخی بوده چارت مثل مستطیل رو که وارد می‌شدن یه پرده می‌آویختن به اونجا. کدوم در؟ کدوم نمی‌دونم چخت و لولا. عمر الملعون میگوید که لگت زد به در حضرت فاطمه محسن. محسن از چیم؟ آقا بچه به دنیا نیامده که اسم نداره که.
از این دروغ‌ها در واقع این شیعه‌گری جعلی ترین نوع مذهبی است که در تاریخ جهان مسراغ است. همه چیز جعل، از بنیاد جعل، دروغ. حدیث قدیر خم نمیگوید واقعی قدیر خم، چون اتفاق نیفتاد همچی چیزی. حدیث قدیر خم بعد یک فلسفه جعلی رو مبتنی بر یک اتفاق جعلی که نیفتاد و هرگز قدیر خمی وجود نداشت گذاشتن. اون داستانش داستانه، نمیدونم که عرض بکنم که باطن قرآن رو نمیدونم که جفر ابیض و این مزخرف، حرفای دروغ هم همه از ای تا از الف تا یه همه دروغ من جعل. و این داستان جعلی رو به ما تحمیل کردن، امروز هم خوشی واری برگردیم. اینها هر سبت که موسیقی رو بسیار دوست داشتن، این کارگران ایرانی که خانه کعبه تعمیر میکردن یا ساختمون سازی میکردن و اینا آواز میخوندن. وقتی موقع استراحت سازهای خود بسن، اعراب جمع میشدن کنار پارسیان به سازهای اینها گوش میده و لذت میبردن. موسیقی و شعر در ذهن عرب خیلی تأثیر فوق‌العاده داره. شما گوش کنید به همین آواز ام کلثوم که ناله ها میکنن، به این حقیقی است. باری در اونجاست که موسیقی دانان پیدا شدن. در دوران عرض میکنم که اسلام، که دوران بسیار بسیار هولناکی است، دوران خوشدار و عرض میکنم خشونت و وحشت بوده دوران مدینه برای جهان عرب، مثل همین دوران خودمان هست. این علی آقا رو باید مواظبش بود. من فکر میکنم این آخوندهایی که برای این چیز یاد میدهن، مثل اون نمیدونم مکارم شیرازی اینا، مواظب این باشن. این علی به زودی ادعای خدایی خواهد کرد. داستان اون روباه که به خمره رنگ افتاد در مسئله خوندید، حتما آمد بیرون فکر کرد تابو شده. روباه آمد پا و سر رنگین شده، این منم طاووس علیین شده. این اتفاق برای هیتلر هم افتاده، برای استالین هم افتاده. این چابوکش گرجی با جعل و تزویر جانشین لنین کرد، چون لنین تیر خورده بود، قرار بود که در نشست بعدی حزب این استالین رو اخراج بکنه، اما یک تیر خورده بود، بیچاره افتاده بود. اینها اینم نشست اونقدر عرض کنم به تعبیر انداخت تا استالین فوت شد، تا لنین فوت شد، با یک نامه جعلی شد رئیس. و رفته این خودکامگی دیکتاتور که همواره رو به تزاید هست، کار رو به جای رساند که گفت من خدای این مردم هستم. یعنی در این اواخر عمر یک بار دیگر هم اشاره کردم، این مهندسان عرض بکنم دستگاه استالینی چهره استالین رو با نور بر فراز مسکو چند کیلومتر وقتی مردم نگاه میکردن بالا خدا رو میدیدن، یعنی استالین رو میدیدن بر آسمان. کارش اونجا رسیده. هیتلر هم چنین کرد. این علی هم دست کم نگیری این علی خودمان را. به زودی خواهند گفت که جبرئیل خود این آقا بوده، جبرئیل جعلی. اینا هم جعلی ها، جبرئیل جعلی، میکائیل جعلی، اسرافیل جعلی، همه جعله. اینا نه اوهامه. به زودی خواهد گفت خود من بودم، اصلا خدا من بودم، اون دار دسته رو من فرستادم، این اولال از ما بود. یعنی کار رو داره به جایی میبرد این آقای علی که صدام حسین بود، که هیتلر بود. یعنی ممکن است این علی باعث خرابی مملکت بشه. یک مش نوکر هم داره به نام مجلسیان، به قول فرنگی میگن they operate on echo principle، یعنی میگه ها اونا میگن ها، یعنی اینا مبتنی بر اصل پیشواک صوت دارن وکالت میکنن. علی آقا میگه ها، اینا میگه ها، میگه هو میگه هو، میگه بله اونا میگن بله، خیر اونا میگن خیر. اینا شده مجلس. و برگردیم سر داستان. عرض میکنم خدمت شما که اینها آموختن موسیقی دانان بزرگی که پیدا شدن، نامهای عربی دارن، مثل ابن سریج، عزه‌المیلا، در واقع بانوی بزرگ موسیقی دان، که بسیار از نسل موسیقی دانان بزرگ عرب، اینها شاگردان این ایرانیان بودن. عود از ایران رفته و ابوالفرج رو ما میگوید چه کسی بود نخست این کسی که ملودی های عرب رو با عود ایرانی نواخت. اینا هم از ایران بوده. حتی در روزگار اوج موسیقی و این تمدن به اصطلاح اسلامی که چیز اینم اسم جعلی است، در روزگار هارون و معمون بزرگترین موسیقی دار درباره او
مثل زریاب کبیر، مثل ابراهیم موسلی و اسماعیل ایرانی بودن. باری در اونجاست که عرض کنم که عربی که در روزگار علی هست و عثمان دیگر، اون عرب روزگار فقیر بدبخت روزگار محمد نیست که 400 نفر می نشستن در عرض می کنم در صبح یک مسجدی من منتظر این بودن که اینها یه جایی سرقت می کنن نانی به اینها می دهن. نبودن اینها با گشودن مدائن و ثروت ملت بزرگ ایران ثروتمند شده بودن. لازم ثروت عرض می کنم که حشمت هست و تجمل هست و مجالس شبانه هست و شعر عرب عرض می کنم به غزل تبدیل شده، چون غزل در واقع شعر عاشقانه است، متناسب با آواز هست و متناسب با مجلس هست. و یکی از کسانی که غزل رو به اینها یاد داده اسماعیل یسار، شاعر بزرگ ایرانی شعوبی. اینا خیلی خیلی مطالب مهمی باید به اینها توجه کرد و غزل آمده و شبنشینی آمده و طبیعتا موسیقی گسترش پیدا کرده. و اینها ابن مسجع، غریب، اینها موسیقی دانان بزرگی بودند. اینها تحت تاثیر تعلیمات ایرانیان عرض میکنم که موسیقی می‌نواختند. و من اشاره کردم به این اثرات که سکینه، که سکینه هست و در غلط بگیم سکینه. این سکینه کسی است که در کربلا تو و خیلی کم هست، من این سرفصل‌ها رو میگم، تفصیلش رو حتما تا یک چند برنامه مسلسل باید که حتما اینجا خدمت شما عرض کنیم. این سکینه همون کسی است که در کربلا او را اسیر کردند و با زینب و عرض کنم که علی اصغر بردن به پیش ابن زیاد از بین پوش یزید و اینها. و تصور ما این است، اینا هر بودن سکینه به سینه میزنن و گریه میکنه. چنین نبوده. این زن بزرگی بوده، زن عالمی بوده، اهل شعر و ادب بوده، موسیقی دانها رو در منزل جمع‌آوری می‌کرده. این سکینه می‌خونم خدمتتون که یک موسیقی دان بزرگ آورده بود، اونقدر تماشاگرچی جمع شده بود که سقف خانه فرو ریخت. هنین موسیقی دان اون در زیر آوار برد. حالا براتون می‌خونم. و ما یک شاعر داریم، عمر بن ابی ربیعه، در واقع عبدالله ابن از عمر ابن عبدالله ابن ابی ربیعه مخزومی قشی. این شاعر بزرگی است، شاعر زنان هست، شاعر عشق هست. در تمام اشعار مرد یک نام مرد نمیبینیم. زیبایی زنان، موضوع مناسبات عاشقانه، در واقع شعر عمر بن ابی ربیعه این در واقع حماسه عشق هست و همواره پیروزی هم با عاشق هست. این نیست که در سوز و گداز و ناله و اینها نیست. این هستی بسیار مشهور بوده، میرفت به هر اونجایی که زنان همه صورت خود رو باز میکردن، زیبایی های زنان رو میدید و در توصیف زیبایی زنان سخن میگو. اعراب دختران خود را به گور میکردن و اینها همه سخنان باطل است. این هم یک دروغ تاریخی است چسبانیدن که بیچاره اعراب قبل از عرب رو خراب کنن. عرض کردم ممکن است که به وضع خیلی شاز و نادر یک کسی این کارو میکرده، کما که در هند هم میکنن در چین امروز، اما چنین نبوده. زنان رو بسیار دوست میداشتن و زنان از کردم میتوانستن به مقام های بزرگ اجتماعی برسن. این اسلام عزیز بوده که زن رو برای همیشه زنده به گور کرده. بربا حالا ما یه روز رفتیم در این آستین یک صحبتی کردیم، در صبح گفتن این مشیری میاد به زنان توهین میکنن. شما فکرشو بکنید، اون کسی که حکم کرده است و قانون الهی گذاشته که زن عقل ندارد توهین نکرده. من که میگم او چه میکرده، من توهین میکنم. باری ابوالفرج ما میگوید که زنان پیش سکینه آمدن و گفتن ما مایلیم که، یعنی نشان میدهد که زنان هنوز آزاد بودند. بایی که از روزگار اسلام مدت ها گذشته اما هنوز احکام فقه به وجود نمید، آخوند هنوز تولید نشده بود که این عرض میکنن که واقعا مزایای ننگین رو بر جامعه زنان تحمیل بکنن. مثلا آزاد بودن، آمدن پیش سکینه که آقا ما دوست داریم یک شب رو با عمر بن ابی ربیعه بگذرانیم و به سخنان او گوش بدیم. سکینه میگوید که من ترتیب کار رو میدم. اجازه فرمایید من این رو از متن الاغانی الکبیر قریب 1000 سال پیش نوشته شده. اینو نه بنده نوشتم، نه دیروز نوشتم، نه یهودیا نوشتن، نه آمریکای جنایتکار. یکی از بزرگان ایران ابوالفرج اصفهانی تحریر کرده. ما امیدوارم این رو پیدا کنم برای شما بخوانم ببینیم که داستان چه شد.
بله روی روی خیلی چند مورد خدمتتون بگم. سکینه به صیغه تسخیر دختر امام حسین ابن علی بانوی نیکوکار و بخشنده و موسیقی شناس و هنرپرور و زیباروی و با سلیقه و در عین حال با ایمان و پرهیزگار و مشوق شاعران و بزرگان زمان بود، جریر و فرزدق و بسیاری از شاعران در کنار او بودن. نخست همسر مصعب ابن زبیر بود، بعد از اون که به دست مختار کشته شد به زوجیت عبدالله ابن عثمان ابن عبدالله در آمد. بعد از مرگ عبدالله زید ابن عثمان ابن عفان، زید ابن عثمان پسر عثمان با ایشون ازدواج کرد. این عثمان ملعون با او ازدواج کرد. میگوید که زید ابن عثمان ابن عفان او را به حواله نکاح در آورد، اما سلیمان ابن عبدالملک اومدی امر کرد او را طلاق گوید، مبادا سرنوشت شوی سوم نیز مانند دو شوی قبلی گردد. خانه سکینه محل از ادبا و شعرا و موسیقی دانان بود که از صلات وافر او بهره مند میگشتند. که حالا باید پرسیدم وقتی این صلات وافر از کجا میامد؟ از جیب ایرانیان بیچاره. بله، علاوه بر مقام ادبی شخصا بانوی با سلیقه بود. نوعی آرایش مو از اختراعات اوست که سکینی نام دارد. وفاتش به سال 117. حالا کار ندارم، خیلی داستانه جالب راجع به سکینه هست. من دارم میگردم در هر میشود که جستجوی عمر ابن ابی رویه هستم که چگونه. خب خدمتتون میخونم تا این دروغای آخونده آشکار بشود. این در واقع نکبتی که بر جوامع به لحاظ همین تنگ نظری های آخوندی شد بعد از باز شدن مدارس طلبگی و تولید آخوند و ملا. در قرآن هم آخوند و ملا نمیشناسیم که. خب میگوید، وقت ما هم خیلی کم هست البته، حسین ابن یحیی از حماد از پدرش از ابو عبدالله مصحب زبیر مرا چنین روایت کرد، جمعی از بانوان قریش تو گوش کنید، در مدینه در مجلس خود از شاعری و آدابدانی و خوشمحضری و شیرین کلامی عمر ابن ابی ربیعه سخن می کردن و اشتیاق خود را به دیدن او ابراز می داشتن. سکینه کمون سکینه درستشه، دختر امام حسین فرمود من ترتیب این دیدار را خواهم داد. پس رسولی نزد عمر به مکه فرستاد و شبی را تعیین فرمود تا در سورین مزدعی نزدیک مدینه است بیاید. عمر این دعوت را اجابت کرد و در موعد مقرر همراه با غریز و جمعی از خادمان در سورین حاضر گردید. وی اون شب تا صبح در شب نشینی بانوان قریش شعر خواند و حدیث گفت و چون سفید سر زد عازم بازگشت به مکه گردید. بسیار خوب. و هنگام تودیع با میزبانان گفت به خدا سوگند سخت نیازمند زیارت قبر رسول الله و گزاردن نماز هستم، اما زیارت شما رو با هیچ چیز دیگر مخلوط نمی کنم. پس مکه بازگشت. بسیار خوب. و ایشون رفته چهار بیت شعر گفته و برای سکینه فرستاده. حالا من چون وقتم هست نمیتونم این معانی رو خدمتتون اعلام کنم. سکینه فرمود وای بر او، بعد که شعرش رو فرستاده خوند، مگر چه میشد اگر فردای اون روز نمیرفت؟ یعنی عمر ابن ابی ربیعه. پس بدون بعد عمر اونقدر نام بانوان در شعر گفت که یکی از خلفا باقای آبرو مردم رو برده همش اسم بانوان هست. از در مقت هیچ مردی رو نگفت عمر ابن ابی ربیعه. تبعیدش کردن در یک جای پرتی و پایان غم‌انگیزی داشت و در یک جنگ دریایی کشته شد. حالا بماند. میگوید پس به دنبال بانوانی کن شب در سورین بودن فرستاد و همه را جمع کرد و شعر عمر را برای ایشان انشاد نمود، یعنی سکینه. سپس به غریز فرمود آیا چیزی هم برای این بیت ها ساخته ای؟ گفت بلی، آهنگی آوازی ساختم که برای ابن ربیع اجرا کردم. فرمود بخوان و غریز اون آواز را خوان. حالا میگوید که اگر پیش از ما برای عمر نخوانده بودی جایزه بهتری به تو میدادیم. ای نباته، برای هر بیت که خوان 1000 درهم به دو جایزه ده. یعنی 4000 درهم جایزه دادن این آقا. و اون کنیزک 4000 درهم تسلیم قریب نمود. و سکینه فرمود اگر عمر بیت های بیشتری بسازد ما هم عطای فزونتری به تو دهیم. این داستان زندگی اشراف اسلام بوده است از طول ایرانیان. و این داستان کربلا و اون حضرت عرض میکنم که امام چهارم علی اصغر
که بشناسین، حضرت امام زین العابدین یک زندگی بسیار بسیار مرفهی داشت و از یزید پول فراوان میگیره و تا 80 سال هم زیست و هیچ دیده نشد که هرگز این آقا عزاداری کند بر حسن. اما ملت سرفراز ایران، عرض میکنم که نوادگان کوروش و خشایارشاه کبیر، خب باید گل به سر نمالیم امروز تا دکان آخوندها داغ بماند. اینها داستان اینهاست. باری برمیگردی سر داستان، این دوره بنی امیه دوره ثروت و حشمت هست که آغاز شده به خاطر همین مالیات ها و پول ها که از مردم میگرفتن. چنین شخصیت هایی بودن، آدم های بزرگ، ابن سریج، از ذهلمی، منلا، موسیقیدان بزرگ ایرانی که اینها یاد میدادن. و وقتی ما رسیدیم به روزگار در واقع عباسیان، فزونی گرفته بر تعداد شعرها، غزلگویان و موسیقیدانان به وجه خیره کننده‌ای. در واقع این تصویر افسانه‌ای که ما از بغداد داریم، بخش عمده‌اش راجع است به این جلسات موسیقی و ارکسترهای مختلف که اینها دو دست ارکستر بزرگ بودن در روزگار هارون. هارون بزرگترین خلیفه اسلام و میشه باید گفت مأمون پسر او از او هم بزرگتر. تنها شخصیت عقلی و علمی که این تمدن اسلامی رو بنیان کرده همین مأمون بوده. چون مأمون فردوسی فرمود در یک بیت همه سخنها رو گفته، چون مأمون جهان روشن و تازه کرد، خور روز بر دیگر اندازه کرد. روشنایی روز رو به وجه دیگری کرد، یعنی روشنایی رو بالا برد، خور روز بر دیگر اندازه کرد. از روست ابراهیم موسوی، اسحاق موسوی، داستاناشو بیاندازه جذاب و جالب هست. اینها در خدمت این خاندان بودن، به خصوص اسحاق که از ادبا و دانشمندان و صاحب تألیفات مکرر و بالای دست می‌نشست و در کنار در واقع قاضیان می‌نشست در پیشگاه مأمون، و بزرگترین موسیقیدان مشرق به شمار هست و دریاب کبیر که شاگرد اسحاق موسوی بوده اینها، و خاندان برمکی که عطایای اینا به موسیقی دانا میدادن، یه چیز فوق‌العاده بود. وقت نیست من خدمت شما عرض کنم که به تفصیل این داستانها رو بیارم و بخوانم از این کتاب مستطاب، و فقط اشاره میکنم که موسیقی مشرق زمین موسیقی ملودیک هست عزیزان. در اروپا کاملا داستانش جداست، چون بعد از انقلاب و رنسانس رو عرض میکنم دوره های عقلی هرز می شود که و اشرافیت اروپا طوری بود که در واقع در قرن 18 هم همه این سازها که ما امروز ببینیم ساخته و پرداخته شده، و اون اشرافیت اروپا نوع موسیقی دیگری رو طلب می کرد که این از به قول معروف موسیقی مجلسی یا چیمبر میوزیک تبدیل شد به عرض می کنم که سیمفونی ارکسترا یا فیل هارمونیک. اون داستان یعنی تعاملات عقلی و منطقی در کار این موسیقی بسیار بسیار بالاست. با موسیقی ما به کل فرق میکنه، اون یه چیز دیگریست. اینا قابل مقایسه با هم نیستن. موسیقی ما یک موسیقیست عاشقانه، موسیقی مشرق زمین به طور کل ملودی که ملودیه، یعنی در همین دربار هر سبت که ساسانیان مثل خسرو پرویز و دربار هارون و مأمون، گرچه 50 نفر با هم عود می نواختن، اما ابوالفرج می گوید اونچنان می نواختن که گویی پیکر واحد بودن. یعنی اینها یک ملودی رو با هم می زدن، نه که اینها چند صدایی و پولوفونی کنه می دونم سمفونی اینا نبوده. لطفش هم در همینه، لطفش هم در هم. موسیقی عرب و موسیقی ایران و از افغانستان، هند بگیرید تا چه، اینا موسیقی ملودیک هست، موسیقی ملودیک هست، اینا نیست. و در ایران تا اونجا که به تاریخ موسیقی مربوط است، در دوره های عقلی و خردگرایی و آزمونگرایی آدم های بزرگی پیدا شدن، به موسیقی بسیار بسیار توجه کردن. بزرگترین اینها حکیم ابونصر فارابی است و کتاب الموسیقی الکبیر که در واقع بزرگترین تکست موسیقی در آثار گذشته است. و دیگران هم خیلی خیلی توجه میکردن، حکیم ابن سینا حتی از می کنم یک شیبه های اصطلاحا نوادرمانی پیشنهاد کرده در این تب که صبح ها چه نوایی و ظهر ها چه نوایی و عصر ها چه نوایی، باید نوا حال بیمار خوب بشن. بزرگ
بزرگترین حکیم آزاده ما، حکیم رازی، محمد ابن زکریا رازی، یک کتاب مستطاب نوشت به نام المدخل فی ثنای الموسیقی و بعد دوره های آخوندی ره. یعنی دوستان دشت قفچاق اینا که اومدن، مردمان خیلی خیلی متأثر بودن از کردم به آینی که میگراییدن، مطلق چون ذهنیت قبیله‌ای داشتن اینها بیشتر و بسیار بسیار متأثر بودن، میکشتن مخالف رو، میکشتن سر ببرید. مدارس طلبگی آخوندبازی شد در مملکت ما، علوم عقلی فراموش شد، موسیقی هم حرام شد. با این همه در دربارها حتما موسیقی بود تا روزگار مغول. مغول ها اینا داستان خیلی خیلی مفصل‌تر از این هست، در یه وقت بهتر خدمتتون عرض می‌کنم. مغول ها که آمدن، اینا مردمانی بودن که کاملا زمینی، نه تعصبی به دین داشتن، نه اساسا این چیزها رو درک می‌کردن، همه آدم‌ها رو به یک چشم نگاه می‌کردن. اینها بعد از مغول هست که دوباره موسیقی یک جانی گرفته، نجوم یک جانی گرفته. چون نجوم هم که میدونید حرام است، مولا متقیان عرض میکنه که علی ابن ابی طالب فرموده است اونقدر نجوم یاد بگیرید که مکه رو پیدا کنید. نجوم چیز حرامی است. عرض کردم خدمت شما اگر به جای مأمون و هارون، اینا آدمای کاملا سکولاری بودن، یعنی رأی آخون رو در حکومت دخالت نمی‌دادن. به جای این حضرت امام جعفر صادق بود، هیچی طوریت یک تاونی میشد مثل همین تاون امروز ایران. اینها بودن که چیزی تولید کردن. باری مغولان بعد وجود تاریخ نویسی موسیقی باز دوباره به لحاظ نظری این موسیقی گسترش پیدا کرده. ما بزرگترین همه اینها مراغی است، عبدالقادر، خواجه عبدالقادر مراغی، دو کتاب بزرگ در تئوری موسیقی، جامع الالحان و مقاصد الالحان که خوشبختانه این کتاب در دست هست، و صفی‌الدین ارمدی و کتاب الادوار و قطب الدین شیرازی، اینا موسیقیدانان بزرگ بودن که کتاب ها نوشتن. و تو بعض برخورد کردیم ما به دوران طاغونی صفوی آخوندبازی شیعه در ارتباط با موسیقی که میگوید موسیقی زمزمه شیطان و مقدمه زناست. برای بزرگترین زناکارا خود آخونده هستن، موسیقی مقدمه زناست که داستاناش رو خدمتتون گفتن. و هر سبت که رسیم به روزگار کریم خان زن که گشایشی باز شده است، مردم از شر این مکافات راحت شدن، مکافات آخوند و اینا. و بعد روزگار قاجارها هست در عهد فتحعلی شاه، دوباره موسیقی دانا جمع شدن در دربار و این فتحعلی شاه مرد خوشباشی بوده، موسیقی دان ارکستر های زنانه بودن در دربار او. اینا عرض کردم خیلی خیلی قصه های مفصلی است، فرصت اون نداریم که براتون بخونیم. و رسیدیم بعد به روزگار مشروطه و اینها، کلی پیدا شده است و درویشان و اینها مدون شده است، رسیدیم به روزگار امروز. باری بگردیم سر موسیقی خودمان، این موسیقی ایران عرض می شود که اون چه از اون بر جای مونده یک موسیقی عاشقانه شاعرانه است، عارفانه است. تأثیر اون در قلب و روح ما بسیار بسیار زیاد هست و این سازهای ایرانی برای همراهی با آواز هست، اینا برای ارکستر درست نشدن، هیچ کدام اینا ساز ارکستری نیستن، اینا برای همنوایی با خواننده. یعنی اوج موسیقی ایرانی، برترین نوعش به گمان مخلص، یک ساز هست و یک آواز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر نگاه کنیم به کاربرد این سازها، نگاه کنیم به دسته تار به عنوان مثال، جمعاً 18 اینچه، یعنی از زیر این شیطانک تا اون سول دیز به قول موسیقی دانا پایین دسته، این 18 اینچه، یک اکتاونی موسیقی درست به اندازه توان صدای انسان و برای همراهی با صدای خواننده ساخته شده. با صدای لطیف و نفیس و عرفانی، ما اینها رو با هم مخلوط نکنیم، ربطی نداره. موسیقی مغرب کار خودش میکنه، موسیقی کلاسیک، موسیقی ایران و چین و هند و عرب و اینا هم کار خودش میکنه. یک نوای عاشقانه است در واقع مقصود از موسیقی. مدل داستانی که میخوانیم میگوید هارون سوار خر شد، میدونید که خلفای بزرگ به تقلید اون مسیح و پیغمبر و اینا سوار اولاق میشه که اون حشمت مثلا اسب زیبا نباشه، حالت فقر مثلا. حالا کسی میتواند 100,000 دینار ببخشه به یک موسیقی دان در یک شب. باری بعد میگوید فران آواز رو خون به نشاط نیامد،
فلان آواز رو خوند، ناگهان به نشاط آمد. این به نشاط آمد یعنی در روح او تأثیر کرد، غنا در او تأثیر کرد و او رو از زمین بلند کرد و به یک دنیای نادیده برد. این وظیفه موسیقی، نه سر و صدای بیهوده. و بعد بخشید، بخشید نمیدونم 100,000 دینار به اسحاق موسوی و ابراهیم بخشید اینها. بار این طبیعت موسیقی ماست. موسیقی ما موسیقی تجسمی نیست، مثل موسیقی که برای فیلم میسازن یا موسیقی یا نمیدونم مثل فیلهارمونیک و اینها نیست. موسیقی ما بیان یک درد، بیان یک حالت عشق است نهایتاً، و در این کار بسیار بسیار توانا و این موسیقی بسیار بسیار اصیل و قدیم است. اجازه بتون وقت ما خیلی کم هست، برگردیم سر موضوع آقا بیو. من میخوام که یک سپاسگزاری صمیمانه داشته باشم از همایون، همایون شجریان، به دلیل خدمت زن. بعد از اینکه ما این قطعه بیوک رو پخش کردیم، تلفن ها بسیار شد. عرض میکنم که آقای روشنایی، آقای سیاه چشمان، اینها به من زنگ زدن از قرار مسموع آقای علیرضا انصاری فیلمی از زندگی بیوک تهیه کرده که در یک زاغه بوده، در یک دخمه بوده، فیلم تهیه کرده و اینا. گویا فیلمش هم برنده جایزه شده در لایپزیگ جرمنی، جایزه دادن. و بعد به من گفتن آقای روشنایی که اینو برای من میفرستن، براتون میفرستن. آقای سیاه چشمان برای من ایمیل فرستادن، عکس همایون رو من میخوام شما با بیوک نشون بدین امیر جان تا در بابشون صحبت کنی. بله بله، همایون شجریان هست. این بیوک مراغه است، استاد هنر به گمان من و به گمان کسانی که اخیراً او رو کشف کردن. دریغ و درد که در روزگاری که من قریب 35 سال داشت و ما او رو شناختیم و در اوج هنرش بود، این محفل‌های هنری تهران این مرد بزرگ رو کشف می‌کردن در حال شکست حالی و پیری و ضعف و فتور. عرض بکنم او کشف شد. این همایون شجریان هست که با چه لطفی و با چه رقتی واقعا بیوک رو در بغل گرفته، و این نشان دهنده دانایی و رقت حس و بزرگواری جوان هست. چون میدونید در دورانی که به این سن هست، من نمیدونم ایشون چند سالشونه، فکر کنم 25 سال بیشتر شده. در روزگار میگن سافومور، امریکایی میگن سافومور، سال اول کالج هم میگن سافومور. سافومور یعنی کسی که نمیداند، خیال میکنه این سن سافمورشیپ هست. در واقع انسان دچار غرور هست، زیر پاش هم نگاه نمیکنه. یک مرد، یک جوان مشهور و هنرمند و موفق از تهران حرکت کنه، مکرر به مراغه بره و با این مهر و عشق بیوک رو بغل بگیره و به او کمک بکنه، این بزرگواری و دانایی این جوان رو نشون میده. من عرض میکنم که نمیرسم آقای شجریان، پسری هم بچه هم دارن، 20 اندی سال پیش یک کتابی به دست ما افتاد راجع به موسیقی بود. یک غزلی اونجا بیژن ترقی زنده نام گفته بود، در یک مصرعش گفت شجر که پاک بود میوه‌اش همایون است. یک ایهام خیلی زیبایی داشت. ما متوجه شدیم که شجریان، استاد شجریان، پسری هم داره اسمش همایون. دیگه هیچ ندیدیم و نشنیدیم تا در برنامه آقای میبودی دیدیم این استاد هستن و فرزندشون هم هستن و گفتن ایشون تا الان نخونده و خونده. در اونجا یه غزلی خود من یادم نیست، اما مثل دوم مطلع این بود: گدا اگر همه عالم به دو دهند گداست. من پیش خودم گفتم اگر درکی که من کردم از این، یعنی وضعیت جاری هست و آخونده، این جوان به این جوانی درک کرده، باید بسیار بسیار دانا باشه. گدا اگر همه عالم به دو دهند گداست. البته میدونی که این بیت متناسب غزل نیست، اما اندیشه پشت این بود که خیلی خیلی به دل من نشست. و وقتی آقای سیاه چشمان از یکی از کشورهای، عرض میکنن که خلیج فارس، خلیج پارس برای من فرستاد، خیلی خیلی این کار انسانی این همایون به دل من نشست. من درود میفرستم به این پدر و پسر و واقعا سپاسگزارم. و گفته بودن ما رفتیم پیش این بیوک، براش پالتو بردیم، پیرهن بردیم، کفش بردیم، کلا بردیم. وقتی برگشت میگه همه رو بخشید، همه رو بخشید. خب گفت که این سخن پایان ندارد ای جواد. اجازه بفرمایید ما اون موسیقی که پخش کردیم، یعنی آهنگی که بیوک زده و به ترکی خونده که واقعا قلب و روح همه رو تسخیر کرد، این نیمدون صدای
عاشقانه و غم‌انگیز این مرد پخش کنیم. ترکیش رو ما اینجا تعلیم دیدیم خدمت استاد زبانمون آقای رزاقی. من برای شما ترکیش خواهم گفت و معانی، چون بسیاری زنگ زنگ آقا بیوک چه گفت. امیر جان اگه مرحمت میکنی اون تکی که هفته گذشته پخش کردیم لطف کنید پخش کنید، و بعد از که این قطعه تمام شد من ترکیش رو خدمتتون میخونم و ترجمه فارسی، چون متقاضی زیاد شد. گوش کنید به نوای این مرد و در واقع کیفیت این صدا و ساز و حالت ها و تأثیر اون. واقعا این در واقع حاصل موسیقی ما همین قوت تأثیرش هست در روح ما. حالا یک صدا ممکن است خیلی پهن و طولانی و اینها اما بی تأثیر، یک سازی هم ممکن است خیلی تکنیکش به قول موسیقی ها خیلی علمی اما به درد نمیخوره، سر صدای بیگوده است. گوش کنیم به صدای عاشق مراقعی، بیوتاقای مراقعی بزن پخش کنیم. اونچه بیو خواند اینجا میخونم خدمتتون. ترکیش امیدوارم هر جا اشتباه کردم از آقای رزاقی میپرسم. خب
آه چکدیم، آغلادیم، گرمدیم وفا. یعنی آه کشیدم و گریه کردم اما وفایی ندیدم. یاندردیم قلبی می چخ چکدیم جفا. یعنی نوشت با درد فراق، یعنی قلبم آتش گرفت ولی جور جفا دیدم. خیلی خیلی مفهوم قشنگ و زیباییست. آخ چکدیم آغلادیم گرمدیم وفا، یاندیردیم قلبیمی چخ چکدیم جفا. سن منیم یاریم سن، نازلی دل بر سن، عشقیمدن دردیمدن سن میخبر سن. و تو یار و محبوب منی، دلبر نازنین من هستی، اما از درد من و عشق من بیخبری. بیر افده آغلارام، بیر افده گلم، بیر افده گزمون یاشیلی سیلم. یه خانه گریه میکنم، یه خانه میخندم، یه خانه عشقهای چشمام رو پاک میکنم. یاریمی گرمستم هستتن اولم، سن منیم یاریم سن، نازلی دیل برسن، عشقیمدن دردیمدن سن بیخبر سن. به کیفیتی که این بزرگوار خواند. باری برگردیم و از شبت که تشکر میکنم از آقای سیاه‌چشمان و به من دوباره زنگ زدن در هتل دریا در شهر مراغه. من سپاسگزاری میکنم از مدیر اون هتل که نامش رو تلفنش رو دادم، حتما بهشون زنگ میزنم. یک اتاقی در اختیار دیوک گذاشتن، یک تاری هم در اختیارش گذاشتن. شون عرض کردن من در شهر نبود، در بیابان ها بود، معلوم نبود کجا بود. و شگفتی این که مشهور است که میرزا حسن قلی بزرگترین نوازنده تار، یک روز آمدن و او رو دعوت کردن که بره خدمت ناصرالدین شاه. گفت من امروز تمرین نکردم، نمیتونم ساز بزنم. این من در بیابان ها میگشت، اصلا در دنیای خودش بود. ناگهان پیدا میشد، این سازی زدن به این آقا. منتهای استادی و زیبایی، واقعا حیرت انگیز بود این آقای بیو که امروز در منتهای شکستگی و فیریست. با این همه هر سبتی که مثل قدیمی گفتن فیل زنده و مرده سر تومان، یک سگاهی اجرا کرده با همایون که براتون هفته آینده پخش خواهم کرد. دیگه به قدری شکست شده که خم میشه روی این ساز. اون روزگار 35 سالی که من دیدم چاراک بود و عرض کنم خیلی خیلی فرق میکنه. بیشتر نوازندگان بزرگ ما مثل علی اکبر خان اینها به این سنها که رسیدن ساز زدن رو بالکل فراموش کردن. امیر جان چه میزا وقت داریم عزیزم؟ دو دقیقه. به هر صورت امیدوارم که برنامه امروز رو شما پسندیده باشید. در باب این موسیقی باید صحبت بسیار بکنیم. این مملکت یک کشور اصیل، نه این مردم که علی هستن، نه این تاریخ این کشور، نه موسیقی این کشور، نه هنر این مملکت، نه فرهنگ این کشور، نه بزرگواری هاش، هیچ کنیم اینا جعلی. تنها چیز جعلی در مملکت ما همین آخوند و شیعه‌گری امروز. یعنی این شیعه‌گری که یک روز جزء لاینفک هویت ملی ما شد و از مصائبی ما رو نجات داد و مملکت ما دوباره ساخته شد زیر لوای همین برانگیختن تفاوت‌ها بین ایرانیان و دو امپراتوری خوناشام عثمانی و شیبانی، امروز دوال پا شده است بگردن. یعنی ایرانی امروز نیازمند این نیست برای نگه داشته وطن زیر پرچم آخوند رو چیه گری جمع بشه. دین هم عرض کردم مکانش در قلب مردم هست، نه بر تخت قدرت. و آخوند بی عرضه نادان تمام مراکز قدرت رو کنترل بکنه و جز ایجاد شر و نادانی چیزی نکنه. برگردم سر این موضوع از رو کنم میگوید اربابان جعلی. خنده آوره، واقعا خنده آوره این داستان. و این ادبا و فوزلای مملکت کجا هستن آقا؟ این همه سیاهکاری و فرهنگ زدایی در مملکت ما داده میشه. دستاسا در اشعار سعدی و بزرگان دیگه دست بردن و یک چیز شکست بسته تحویل بچه های مدرسه میدن. اما این فرهنگ در واقع امروز در مملکت ما، این فرهنگ انسانی با این ایدئولوژی عقب مونده شیطانی در نبرد هست. من به شما قول میدم که سرانجام پیروزی با این فرهنگ خواهد بود. این مردم
از همه شما سپاسگزارم، از دوست عزیزم آقای رضایی که اینجا نشستن و چندین بار ما با هم نگاه کردیم این قطعه ساز بسیار بسیار دلاویز بیوک رو و این ابیات اشعاری خدمتتون خوندم و شما هموطنان بزرگوار که توجه فرمودین و از امیر در اتاق فرمان به همزبانان در هر جا که هستن از شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.